حمله هوایی روز گذشته اسرائیل به مراکز نظامی رژیم بار دیگه اوضاع منطقه رو در صدر توجهات جهانی قرار داد. خامنه ای امروز طی سخنانی گفت یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن. بزرگ نمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت، فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. راه تأمین امنیت قدرته. باید قوی شد. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازمه. امروز در مجلس رژیم هم واکنش ها علیه حملات اسرائیل جریان داشت. گرچه اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود، اما جمهوری اسلامی ایران خود را محق به دفاع از خود می داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضائات خواهد بود. از سوی دیگه حمله اسرائیل جنگ باندها در درون رژیم رو شدت بخشیده و اختلافات بر سر پاسخ دادن و ندادن و استراتژی رژیم در قبال بحران غزه رو بالا گرفته. البته شرایط ایران بسیار حساس و انفجاریه. تحولات یک سال گذشته شرایط و فرصتی رو ایجاد کرده که قابل مقایسه با هیچ یک از تحولات گذشته نیست. برای بررسی موضوع هم هستیم با آقای فریدون سلیمی در استودیو. آقای سلیمی با سلام و خوش آمد به شما. ارزیابیتون از صحبت‌های امروز خامنه‌ای و همینطور واکنش‌های نماینده‌های مجلس چی هستش؟ بله، ابتدا سلام می‌کنم خدمت هم شما و هم بینندگان عزیزتون و خوشحالم که فرصتی پیش اومد که در خدمتتون باشم. اما صحبت‌های خامنه‌ای الان شما فکر کنم نکات برجسته‌اش رو اشاره کردید. از یک طرف خامنه‌ای گفت کوچک انگاری نکنید نسبت به اون چیزی که رخ داده و کم اهمیت اون رو جلوه ندید و به این ترتیب تو خطای محاسباتی نیفتیم. از طرف دیگه هم اشاره به این کرد که باید مراقب بود و هشدار داد نسبت به کسانی که با تحلیل و تفسیرهای غلط تردید و ترس توی دل مردم میکنند و باید مراقب بود. و بعد خلاصه با سبک آخوندی به این اشاره کرد که این افراد رو باید مجازات کرد و جرم محسوب میشه این کارشون. به هر حال این واکنش هایی بودش که امروز ما از خامنه‌ای بر سر این موضوع دیم. البته باید اشاره کنیم که سایر مقامات رژیم هم خود سر این موضوع مزیری کردن. مثلا عراقچی اشاره به این کرد که اولا با برخورد متناسب و پاسخ متناسب ما خواهیم داد، ولی از طرف دیگه هم گفت ما خواهان جنگ نیستیم و خلاصه خواهان اینکه صلح و امنیت در منطقه به هم بریزیم نیستیم. این هم واکنشی بود که از جانب عراقچی ما داشتیم. البته خب انعکاسات مربوط به قالیباف و چند تا از نماینده های مجلس هم شما الان بهش اشاره کردین و پخش کردین اونها رو. خوبه به رسانه هم یک اشاره کوتاهی بکنم که بعضی از رسانه های به خصوص از باند اصلاح طلب ها روی این موضوع انگوش گذاشتن که این خطاست که ما دنبال عملیات آفندی باشیم و هزینه ها و پول های خودمون رو صرف تهیه موشک بکنیم، بلکه این حمله نشون دادش که خب ما باید رو عملیات پدافندی و در واقع هزینه هامون رو اونجا بکنیم و به این ترتیب نقاط ضعف خودمون رو به این ترتیب حل بکنیم و اینا. البته خب خوب اینجا هم اشاره بکنیم که قبل از اون هم ما اگه خاطرتون باشه دیدیم که عراقچی در یک دورگردی مفصل توی منطقه به کشورهای مختلف عربی مراجعه میکرد و پشت صحنه داستان چیزی نبود الا اینکه حمله سختی از جانب اسرائیل صورت نگیره و این از سختیش بکاهه. کما اینکه خب آمریکا هم به دلیل انتخاباتش همین سیاستو داشت، یعنی اینکه تنشی در منطقه ایجاد نشه که بتونه به اصطلاح روی انتخابات آمریکا و
نتایج اون تأثیر بذاره. به هر حال مجموع این عوامل اون چیزی بودش که دست آخر امروز ما در صحبت‌های خامنه‌ای اون رو شاهد بودیم و دست آخر دیدیم که صحبتی از انتقام و انتقام گرفتن نبود، بلکه از در این زمین از خودش سلب مسئولیت کرد و اون رو سپرد به کسانی که به اصطلاح کارشناس و وارد هستن تو این زمینه، برخلاف دفعات قبل اگر خاطرتون باشه که شاخشونه میکشید و صحبت از انتقام میکرد. بله. تو همین رابطه یه سری کامنت هایی هم از هموطنانمون هست. من سوالا دارم خدمتتون، ولی اجازه بدید اول کامنت هموطنانمون هم بخونیم. یکی از هموطنان گفتن خامنه ای امروز یک غلطی کرد، سعی کرد همه چیز رو کوچک انگاری کنه، اما واقعیت رو مردم ایران خیلی خوب میدونن. بله. هموطن دیگه هم گفتن که خب خامنه ای مجبوره که اینها رو بگه، اگه نگه جای تعجبه. بله کاملا درسته. البته همونطور که این هموطن عزیزمون اشاره کردن، رژیم و رسانه‌های رژیم و به خصوص تلویزیون رژیم به شدت تو همین خط فعالیت داشت که موضوع رو خیلی کوچیک جلوه بده و بگه خب هیچ اتفاقی نیفته. اصلا یه سری صداهایی شنیده شد، خیلی هاش هم مربوط به پدافندهای خودمون بود. این نکته کاملا درست هست، ولی خب همونطور که می‌بینیم خامنه‌ای تأکید می‌کنه که ما رو به اشتباه محاسبه نندازه این کوچک انگار. آقای سلمی، ما همچنین شاهد مواضع موافق و مخالف تو درون رژیم هم هستیم در واکنش نشون دادن در قبال همین حمله اسرائیل. تحلیلتون از این واکنش‌ها چی هستش؟ خب تا جایی که به مواضع به اصطلاح باندهای رژیم برمیگرده، خب شما می‌دونید که بر سر این موضوع دعواها و بکش‌بکش‌های زیادی بین باندهای رژیم وجود داره. مثلا آخوند عالی که از این به اصطلاح روزخانه به همین بیت خامنه‌ای هم هست، اشاره به این میکرد که در شرایط جنگی هستیم و در این شرایط جنگی میباید قوه قضاییه به وظیفه خودش درست عمل بکنه و مطابق شرایط جنگی در واقع احکام خودش رو صادر بکنه. و خیلی هم رو گفت، گفتش مثل زمان جنگ میبایستی که دادگاه ها عمل بکنند و کسانی که مجرم هستند و حرفای در جهت تضعیف روحی مردم میزنند در واقع با اونها رو در رو بشه. اشاره اون البته در یک قسمت دیگه از صحبتاش دقیقاً عطف به بیانیه‌ای هستش که از جانب مدرسین و محققین حوزه علمی قم صادر شده که در اون اشاره به این میشه که چرا از مردم این همه هزینه میگیرید به خاطر اینکه به رسمیت نمیشناسید سیاست دو کشوری رو و به این وسیله مردم ایران باید چنین تاوانی برای به اصطلاح این جنگ پس بدن، که خب دقیقا همین آخوند عالی میگه اینها خائنین به ملت هستن که چنین حرفایی میزنن و در جهت تضعیف روی مردم دارن صحبت میکنن. کما اینکه اون یکی آخونده اشاره به این داشتش که آخوند عرافی که قبلا فکر کنم همین یا مال جماعت المصطفی بوده و الان هم که رئیس حکومتی در واقع حوزه جهل و جنایت هستش، به این اشاره داره که کسانی که چنین حرفی میزنن و خواهان به رسمیت شناختن به اصطلاح سیاست دو کشوری هستن، اینا همون کسانی هستن که هم سوابقشون روشن هستش، هم دارن خطای بزرگ راهبردی میکنن. چون شما میدونید در تمام این سالیان سیاست رژیم از داستان قدس از طریق کربلا و جنگ ضد میهنیش شعار روشنی در مورد این موضوع داشته و سیاستش، و این آخوندها و این باندها اینجوری همدیگر رو متهم میکنن، باندهای مقابل رو، به اینکه اینا خیانت به ملت میکنن. کما اینکه اگر خاطرتون باشه سر داستان اسماعیل هنیه بعد از اینکه کشته شد هم چون تا رژیم دست به حمله متقابلی زد، دو ماه طول کشید، در طول مدت انبوه حرفا زدن در مورد سپاه پاسداران و به بیخردی و بیعملی اون معترض شدن و اون رو متهم کردن. بعد حتی خود همین آخوند عالی اشاره میکنه که در همون مقطع چطور نمیدونم اون باقری و اون حاجی زاده و سرکرده های سپاه رو به دیاست سیاسی، منظور با عرض معذرت دیوس سیاسی، ناره خطاب قرار میدن و به این ترتیب میبینیم که تا کجا تنش و بکش بکش و زد خورد و جنگ در بین گرگ ها و
بر سر این موضوع به وجود اومده. پس بنابراین تا جایی که به بحث جنگ برمیگرده و آثار اون بین باندها و کشاکش‌هایی که در درون اونها وجود داره، میبینیم که خب بسیار همدیگه رو متهم به خیانت، ریاست سیاسی و حرفای از این قبیل میکنه. من البته خب روشن قبل از هر چیزی سیاست جنگ افروزانه رژیم در 14 دهه گذشته الان در تله جنگ گیر کرده که خود جواد لاریجانی، یکی از توریسنهای این رژیم، یا حتی علی لاریجانی روی همین موضوع انگشت میذارن که ما نباید به تله جنگی که برامون چیده شده کشیده بشیم و به این ترتیب روی این موضوع انگشت میزنن. به حال اینا حرفایی است که الان وجود داره، کما اینکه همین آخوند عرافی اشاره به این میکنه که ما در یک پیچ تاریخی داریم مقطع قرار داریم و باید کاملا هوشیار عمل بکنیم. پس این نشون میده خطیر بودن این امر در وضعیت کنونی هستش و همون تله جنگی که خودشون بهش اشاره دارن. بله، شما یه اشاره کردیم به سیاست جنگ طلبی 14 دهه. آقای سلیمی، از حضورتون استفاده کنیم یه سوال پایه‌ای‌تر بپرسم از شما که این استراتژی بقای رژیم از ابتدای انقلاب تا همین الان روی چه عاملی سوار بوده و الان تو چه نقطه‌ای هستش؟ خب فکر می‌کنم که ما در 14 دهه گذشته بارها و بارها روی این رژیم که یعنی پایه‌ها و مؤلفه‌ها و اون ستون‌های نظامش رو روی یک سرکوب داخلی و یک روی یک جنگ خارجی سوار کرده و در تمام این سالیان، در تمام دهه‌های گذشته همین سیاست رو بدون کم و کاست پیش برده. در سرکوب داخلی که روشنه، چرا که از روز اول رژیم از اونجایی که اصلا سنخیتی برای اینکه با آزادی‌های انقلاب سال 57 مردم همراه بشه وجود نداشت، یک حکومت ارتجایی بود که در یک شرایط خاص رهبری انقلاب رو دزدیده بود، به همین خاطر به جای پاسخگویی به نیازهای واقعی این انقلاب که در رأس اون آزادی‌ها بود، آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و غیره و ذلک، خب دیدیم که دست به سرکوب زد به دنبال اون سازمان‌ها و احزابی که به طور مشخص در انقلاب 57 دست داشتن و به طور خاص مجاهدین و فدیه را چجوری سرکوب کرد. بعد از اون دیدیم که چجوری به سراغ دانشگاه ها رفت و تحت عنوان ارتجای فرهنگی، همون چیزی که تحت عنوان انقلاب فرهنگی را انداخت، دانشجوها را سرکوب کرد. چرا که کانون انقلاب و خیزش بودن و آگاهی به مردم ایران و به این ترتیب جوانهای ما رو بسیاری رو گرفت، دستگیر کرد، اعدام کرد، کشت. کشتارهای دهه 60 ما بعد از 30 خرداد 1360 به یاد داریم. در این دهه بسیاری رو اعدام کرد در قتل عام‌های سال 67. خب اینا سرفصل‌های بسیار مهمی است در سرکوب مردم ایران و قیام‌های اون. بعد از اون قیام‌های 88 رو داشتیم، 96 رو داشتیم، 98 رو داشتیم و 401. دیدیم در تمام اینها رژیم خط مونیسی سرکوب مردم ایران رو پیش گرفته، برای اینکه خواهان آزادی مردم ایران نیست و رو در روی اون قرار داره. به همین خاطر جوانهای ما رو اینجوری کشتار میکنه، شکنجه میکنه، اعدام میکنه. الان هم که آمار اعدامهاش گویای مختصات این رژیم هست که بالاترین اعدامها رو به نسبت جمعیت در سراسر جهان داره و لحظه ای توقف نمیخوره. حتی با اومدن پزشکیان میبینیم آمار اعدامها بالاتر رفته اما پایینتر نیومده. این خب مختصاتی که در امر سرکوب وجود داره. اما از اون ور در بحث جنگ خارجی هم میدونیم که جنگ خارجی رژیم دقیقا سرپوشی بوده برای از قضا همین جنگ داخل، همین جنگ اصلی با مردم ایران و همواره از این جنگ و پیشبرد اون چه در زمان جنگ ضد میهنی که دیدیم اونجوری سرپوش گذاشت بعد جنگ داخلی برای اینکه بتونه با دست با سرکوب بکنه، چه بعدن هم با به اصطلاح راه اندازی نیروهای نیابتی در کشورهای مختلف منطقه تا به این وسیله بتونه این سیاست رو و اون شعار قدس از طریق کربلا رو پیش ببره و اون سیاست همچنان حاکم از تا داستان اخیری که ما میبینیم که در جنگ غزه میبینیم بر سر نیزه کردن غزه رو وسیله پوششی کرد برای اینکه بتونه خودش رو در برابر قیام‌های بعد از قیام 401 که وضعیت بشکه باروت جامعه قشنگ به عیان به چشم خامنه‌ای اومده بود، بتونه در مقابل اون تاب بیاره
و این همون جایی است که الان می‌بینیم دامنش رو گرفته و الان درش در بنبست به سر می‌بره. خب این شرایطی است که می‌بینیم هم در امر سرکوب و هم در امر جنگ افروزی خارجی در چنین تله‌ای به دام افتاده. بله آقای سلیمی، من در رابطه با همین استراتژی بقای رژیم که شما رو دو محور بهش اشاره کردیم، بازم سوال دارم خدمتتون. بله. به دلیل اهمیت موضوع صحبت‌های خامنه‌ای و همین حمله اسرائیل، هموطنان هم سوالایی دارن که اولویت بدیم به سوال هموطن. یکی از هموطنان پرسیدن که آیا رژیم بعد از حمله اسرائیل پاسخ نظامی به اسرائیل میدهد یا کار را به نیروهای نیابتی شکست خوردهش میسپره؟ خب این طبعا سوالیه که در واقع سوال همه هست که آیا پاسخ خواهد داد یا پاسخ نخواهد داد. تا جایی که به اقدامات رژیم برمیگرده کاملا روشن کرده که این حمله به نحوی باشه که بتونه ازش اغماز بکنه از یک طرف، و از یک طرف دیگه خب اگر صرفا بخواد بر همین سیاست بسنده بکنه و علی‌رغم حرف عراقچی گفته که ما خواهان نه جنگ افروزی هستیم و نه خواهان این که صلح امنیت رو به هم بریزیم، اما پاسخ رو هم محفوظ می‌داریم. خب پس بنابراین رژیم در واقع مشغول ارزیابی هستش که آیا این پاسخ رو بده یا نده و کلن چی به سودش هست. اونم در شرایطی هست که به اصطلاح تلاشش بر این هستش که طبعا مسبب تنشی که بعداً جنگ بیشتر رو به رژیم تحمیل بکنه به وجود نیادش. و اینا به همین خاطر کاملا محافظه‌کارانه. امروز هم دیدیم که صحبت‌های خامنه‌ای برخلاف دفعه قبل که صحبت از انتقام می‌کرد، اینجا دفعه کاملا با احتیاط صحبت کرد و از خودش در این زمینه سلب مسئولیت کرد. پس بنابراین تا جایی که به رژیم برمیگرده از یک طرف در این گیره که اگر این وضعیت رو بپذیره، خب به قول معروف میگن رژیم کوتاه اومده و آثارش رو باید در نیروهای نیابتیش خب ببینیم، در ریزش، در نمیدونم دستان هژمونیش در منطقه و همه اینا. از طرف دیگه اگر پاسخ بده ممکنه دامنش رو جنگی بگیره که به اصطلاح نتونه خودش از تله این جنگ بیرون بکشه و اون خواسته‌ای که از جنگ داشت، یعنی جنگ در سوریه و لبنان و به وسیله نیروهای نیابتیش که به این ترتیب خط رو اونجا ببنده که در تهران و در خیابونهای اون جنگی نداشته باشه، یعنی مردم ایران و قیامهای در تقدیرش، خب مشغول این ارزیابیه. حالا چی به نفعش و به سودش هست؟ همون چیزی هست که باید ببینیم که ادامه به اصطلاح تحولاتی که در پیش رو هست چی رو بیان میکنه و رژیم چه تصمیمی بر سر این موضوع. ولی خب قطعا در یکی از این دو تابلو به دنبال راه حل خودش هست که به اصطلاح بتونه راه حل بهتری برای خودش پیدا بکنه. بله. امیدوارم که پاسخ گرفته باشن این هموطن. یک سوال دیگه هم هست که اگه بشه اینم کوتاه پاسخ بدین شما در رابطه با همین صحبت‌های خامنه‌ای که شما بهش اشاره کردین، گفتن که آیا منظور خامنه‌ای از قوی شدن که امروز چند بار تکرار کرد به دست آوردن سلاح اتمیه؟ خب شما میدونید که سلاح اتمی رو رژیم از روزی که تصمیم گرفت که پشت این پروژه بره و میلیاردها دلار برای اون هزینه کرده، دقیقاً برای اینکه یه پشتوانه قوی برای سیاست جنگ افروزانه خودش در منطقه داشته باشه. و طبعاً داشتن سلاح اتمی یا بدون اون دو تا کیفیت متفاوت هست. و اخیراً دیدیم بارها در مورد تغییر دکترین رژیم در مورد این سیاست صحبت شده که رژیم باید در مورد این سیاست خلاصه دست به تجدید نظر بزنه. پس بنابراین اون چی که خامنه ای سربسته در مورد این موضوع و قوی شدن رژیم صحبت میکنه، به نظر من، نظر شخصی من هستش که بله، دقیقا همون بحث اتمی شدن رژیم چیزی که سالیان داره روش سرمایه گذاری میکنه و این همون عاملی هست که فهم میکنه اگر داشته باشه طبعا میتونه معادلات جنگ در منطقه رو به سود خودش و به ضرر به سراغ سیاست هایی که در مقابل این جنگ افروزی وجود داره رو تغییر بده. لذا خب از قوی شدن طبعا در سایر پهنه ها که مثل موشک و پهباد و اینها بوده، خب این فعالیت ها رو داشته، اما الان به طور مشخص خب سیاست پنهانی که تا الان دنبال میکرده رو خب تلاش میکنه که اون رو بتونه به زودتر به
نقطه قابل قبولی برسونه که این سلاح رو داشته باشه. بله، امیدوارم که پاسخ رو گرفته باشن هموطن. با تشکر از شما آیه سلیمی، برگردیم به اصلمون، سوالای خودمون که داشتید میگفتید در رابطه با استراتژی بقای رژیم که رو دو پایه سرکوب داخل و صدور تروریسم یا جنگ افروزی در خارج. میشه بیشتر توضیح بدین اینو که چرا رژیم در این دو زمینه میگید به بن‌بست رسیده؟ خب من فکر می‌کنم در امر سرکوب شما نگاه بکنید، اگه خیلی خلاصه بخوام جواب بدم و اینها، خب روحیه مقاومتی که در داخل جامعه و بین جوان‌ها و زنان ما وجود داره در مقابل هجوم وحشیانه و سرکوب مطلق رژیم واقعا قابل تقدیر و جهانی رو در قیام 401 به شگفتی واداشت. خب از یک طرف ما شاهد چنین مقاومتی از جانب مردم ایران که محصول 4 دهه مقاومت یک نیرویی که با 120 هزار شهید در مقابل این رژیم ایستاده، خونش رو داده، شهیدش رو داده و به این ترتیب مروج این فرهنگ مقاومت در داخل جامعه بوده و در رأس اون کانونهای شورشی، کانونهایی که در قیام 401 علارغم ضرباتی که از جانب رژیم به اونها زده شد و می‌بینیم که اونها رو به گسترش بوده، رو به ایجاد عملیات‌های بالاتر اختناق شکن بوده، پراتیک‌های خودشون رو بسیار بسیار گسترش دادن، کما اینکه در کهکشان ما شاهد اون بودیم و اینا. پس بنابراین می‌بینیم که رژیم در امر سرکوب این مقاومت و کانون‌های شورشی و جلوداران اون خب ناموفق بوده، در حالی که در سرکوب هیچ چیزی کم نگذاشته و اینا. از اون ور یک جامعه به اصطلاح به شدت بحران زده در وضعیت اقتصادی وجود داره، اعتراضات اجتماعی رو ما میبینیم، گستردگی اونها رو میبینیم در جامعه و همه اونها هر روز سیاسی تر این شعارها رو میدن. پس اون رو هم که ما شاهد هستیم. ما در انتخابات شاهد این بودیم که خود خامنه‌ای به شکستش در انتخابات در امر مشارکت مردم اذعان کرد و گفت وضعیت در این زمینه بد هستش و اینا. پس ما میبینیم که این رژیم به شدت آب رفته و ذوب شده به طور واقعی و الان هم خب میبینیم در دعواهای باندی تا کجا این رژیم به جون هم افتاده. شما میدونید در قیام 401 خودشون آمار دادن که 30% از کسانی که در این قیام شرکت داشتن از کسانی بودن که مال همین جانبازا بودن، خانواده همین جانبازا بودن که در جنگ ضد میهنی شرکت داشتن، ولی خب میبینیم که برگ تا کجا برگشته. خب این در امر سرکوب. در بحث اعدام هم که مثلا چه زندان ها رو شما نگاه بکنید، مقاومت سه‌شنبه‌های نب اعدام هستش، هر روز ترویج داده میشه این مقاومت، از این طرف آمار اعدام ها. پس برای این در امر سرکوب. در بحث جنگ خارجی هم خب ما میبینیم در تله جنگ گیر افتاده که خود رژیم و خود رژیمی ها دارن میگن خب ببین رفتن تو این تله جنگ به خطرمونه و سرنوشت رژیم رو ممکنه رقم بزنه و شما همیشه میدونید که رژیم در جنگ خارجی چجوری سرنوشت خودش رو اونجا در جنگ ضدیمنی، اینجا هم در جنگی با سر نیزه کردن غزه میخواسته پیش بره و الان در چه مختصاتی است. پس بنابراین باید بگیم رژیم در یک تصمیم گیری بسیار خطیر گیر کرده. پس میبینیم در هر دو وجه رژیم در نقطه پایانی خودش هست و این اون واقعیتی است که به امر حاد شدن تضادها بین جناهای رژیم منجر شده و همین وضعیت ترسان و لرزانی که جامعه وجود داره. آقای سلیمی، به عنوان آخرین سوال، شما اشاره کردین به قیام 401 و اینکه حتی 30% کسایی که کف خیابون اومدن عنصر خود رژیم بودن، ولی به هر حال ما شاهدیم که تو همین مدت این قیام های متعددی که علیه رژیم هم صورت گرفته، ولی متاسفانه این قیام ها به هیچ نتیجه مشخصی نرسید. علت بی ثمر به ثمر ننشستن این قیام ها چی است؟ بله، خب اول از همه خب این نتیجه گیری که این قیام ها نتیجه ای نداشته خب کاملا به نظر من غلط هست، چرا که از قضا این قیام ها همون فضای انفجاری جامعی رو سمت داده که مختصات کنونی رژیم رو ما شاهد هستیم که علی رغم اینکه رئیسی رو بر سر کار آورد، علی رغم همه شکاف های رژیمش رو بست، ولی قیام 401 رخ داد. پس حتی بستن همه شکاف ها و جلادی مثل 67 هم درد و دوای علاج این رژیم و خامنه ای نبوده، کما اینکه حتی به پزشکان تن دادنش هم دقیقاً ناشی از شرایطی است که جامعه ایران براش ایجاد کرده و خامنه ای میبینه که در این صحنه به شدت تنهاست و کسی رو پشت خودش نداره. پس بنابراین این از محصولات قیامی که تا الان جنبش ما رو پیش برده. اما اینکه این قیام چرا به نتیجه رسید، خب طبعاً
حرف مفصلی میشه در مورد زد. اما اگه بخوایم به طور خلاصه در کادر زمانی که الان شما بهش اشاره میکنید، خب رادیکالیسم انقلابی که مستلزم سرنگونی این رژیم هست، خب توسط قدرت‌های استعماری، توسط نمیدونم دوم و دوم مورچه‌های اون، توسط ریزشی‌های رژیم، همه در یک کاسه این بودن که بتونن جلوی این رادیکالیسم انقلابی رو بگیرن و اجازه ندن که امر سرنگونی رژیم رخ بده، کما اینکه سیاست مماشات حاکم بر دولت‌های غربی در تمام این سالیان گذشته، خب می‌بینیم که همواره جلوی تغییر در ایران رو اینها گرفتن و خواهانش نیستن. پس بنابراین ما در یک کلام باید این رو بگیم که خب در قیام 401 با این به اصطلاح آلترناتیوهای دستساز و با شعار زن زندگی تلاش کردن که این رادیکالیزمی که مستلزم سرنگونی رژیم هست رو ازش بگیرن و اجازه ندن شعار اصلی مردم ایران، شعاری که خواهان سرنگونی است، پیش بره. ولی خب خوشبختانه به یمن وجود یک آلترناتیوی که بیش از 4 دهه هست داریم می جنگه و خونهای بسیاری داده و در مردم و تاریخچه 14 گذشته ریشه داره، خب خوشبختانه تونست شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یعنی شعاری که دقیقاً ضد دیکتاتوری و ضد وابستگی است و برخلاف سیاست‌های قدرت‌های استعماری هست، تونست اون رو پیش ببره و به طور نسبی این شعار رو جا بندازه و در نتیجه ما بتونیم به اصطلاح در مختصاتی قرار بگیریم که از جاده های انحرافی که تلاش میکردن قدرت های استعماری پیش ببرن، خب بتونیم رو به جلو حرکت بکنیم و در چنین مختصاتی قرار بگیریم که الان هستیم. و خب این نقطه از مختصات ما مرهون پیشروی هایی هستش که بعد از قیام 401 رخ داده و ما رو از دست انداز هایی که به اصطلاح ما رو رو به آلترناتیو های وابستگرا میخواست به اصطلاح پیش ببره، خب مانع شد. و مردم ایران خیلی خوب میفهمند که انقلاب ایران در گروه کاری است که باید خودشون آستین بالا بزنن و به یمن استقلال و اون آرمان هایی که نه بیش از 14 بلکه بیش از 100 سال هست به دنبال اون هستن، یه آزادی رو بتونن رقم بزنن. و این همونی هستش که این مقاومت الان دنبال میکرده و قطعا هم آن رو به سرمنزل مقصود خواهد رسوند. بله، با تشکر از شما. یک کامنتی هم هموطنمون برای ما فرستادن، گفتن که این حرف اشتباهه که قیام 401 به ثمر ننشسته، همین که رو آورده به جنگ افروزی ترسش از همین است. فراموش نکنیم که ما با یک دیکتاتوری مواجه هستیم که در سیاست مماشات کشورها به اون سوخ رسانی میکنن. کاملا بله. حرف به حقی زدن، به خصوص که رو آوردن خامنه‌ای به جنگ افروزی خارجی و داستان غزه دقیقا متأثر از قیام 401 بوده و ترس از قیام های بعدی که با این تابلو میخواست جلوی اون رو سد بکنه که جلوی قیام های بعدی رو بگیره. بله، دقیقا درست. با تشکر از این هموطنان که نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن و سوالاشون گفتن، و از شما هم تشکر میکنیم که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید. با تشکر از شما و فرصتی که دادید. خدا نگهدار.